درود به شما همدیگون نجمه. چند روز آخر میبینم که از طریق شبکه‌های اجتماعی بلخواسته فیسبوک ما گوهو نولوش نولا گوهو بقل ضعیف نولی کرده ایستاده ایم که ژاپاروف پرزیدنت قرغیزستان در از میبری سازمان ملل متحد کشور ما رو به تجاوز متهم کرد. خب ما چی این چیزا بودیم؟ پرزیدنت یک دولت دولتی ما رو حمایه میکند می؟ البته نه دولت خودشان رو، ولی ببینید که خب البته نماینده دولتی ما باز قرغیزستان رو گناهکار کردن. خوشبختانه ناسا سازمان کیهانی آمریکا از بالا صورت گرفته بوده است و دیروز نشر کرد که اول قرغیزستان آتش شده است و با همین اونها لال ماندن، یعنی دنیا هم به صاحب نیست. و بعدا یک چیز رو من باید تاکید کنم همتان ارجمند که همین سازمان ملل متحد بی‌شفافترین سازمان است. ببینید که چند قطعنامه قبول کرد همین سازمان ملل متحد در رابطه با فلسطین و اسرائیل، کدامش اجرا شد؟ هیچ کدامش اجرا نشد. سوریا، لیبیا، عراق را به خاک یکسان کردن سازمان ملل متحد چی کرد؟ از دست چی اومد؟ هیچی. یوگسلاویا پارا پارا شد، چی کرد سازمان ملل متحد؟ در درون سربیا کوسوو تهیه کرد غرب یک کشوری دیگری، از سربیا پرسیدن یا از سازمان ملل متحد پرسیدن یا سازمان ملل متحد چیزی کرده توانست؟ البته نه. یا 7-8 ولایت اوکراین را روسیه را غصب کرده ایستاده است، از دست سازمان ملل متحد چی میآید؟ هیچی. به همین خاطر ما باید اینقدر داده نشویم، منفعت های ملی رو باید حمایه کنیم. از نگاه من حالا باید در دو مرز، مرز افغانستان و قرغیزستان، باید ما خیلی قوی باشیم، ارتش ما خیلی قوی باشه، بریگاد های گوناگون از جزء تام های مقامات انتظامی و از خود وزارت دفاع یک بریگاد های خیلی خیلی قوی با همه تجهیزات حربی مجهز، مسلح و خیلی آجیل رو باید تهیه کنیم. و طوری که من در نوشته هایم تاکید داشتم، PVO پراتیو وزدش نبرانا، RLS رادیا لکاتیون استانسیا، اینچنین دستگاه حربی زیدی بیس پیلوتنیکا و یا که تایر های بیس سرنشین را ما باید خریدار کنیم و آماده باشیم. حالا این زمان حکومت قرغیزستان در سیمای پریزیدنت و وزیری امنیتش اینا گفتوشونی پذیر نیستن، ما باید انتظار شویم که سری قدرت دیگر رو بیاد. حالا به صاحب در این دولت، دولت قرغیزستان است. ما و شما خوب میدونیم که هم پرزیدنت و هم وزیری امنیتش دو سال قبل از محبس برآمدند و ما و شما خوب میدونیم که حالا صدها سازمان های غیر دولتی در قرغیزستان عمل میکنند، ده ها حزب و حرکت ها بقل بابای حیدر شبانه روزی در پارلمانشون سگ جنگ است. هر نفری که حالا با تاجیکستان سازشنامه صلح امضا کنه یا که مثلا مسئله مرزی رو حل کنه، اونا خائن وطن اعلام میکنن و از کشور میرونن. ببینید که در چند سال اخیر چند حکومتی واسه تو اسکر اکای پرزیدنتشون در کجاست؟ خب در مسکو. خب پرزیدنت دیگریشون در بلاروسیا. خب این سوم پرزیدنتشون المازبک در کجاست؟ در محبس. این جن بکش حالا در قزاقستان. خب ببینید یعنی یکم 10-12 سروزیری باز شد و به همین خاطر ما باید در فکری خودمان، در فکری تحکیم مرد باشیم و در فکری تحکیم ایدئولوژی ملی باشیم و هم دیپلماتی رو کار بفرمانیم، هم به امید بعضی قدرت ها نشدن ارتیش ما رو باید بقرار کنیم، روحیه ملی رو قوی کنیم، آماده هر گونه رویدادهای ناخوش هم باید ما باشیم.